Hi friends, how's everything? سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من مژگان ساله‌ای روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. اگه یادتون باشه توی یونیت 5 درس اولش ما در مورد ساعت صحبت کردیم. حالا امروز میخوام به وعده وفا کنم و اون لغتایی که پیرامون ساعت هست رو بهتون بگم. اول از همه بهتون گفتم که این صفحه ساعت مثل صورت انسان بهش میگن فیس و این عقربه‌هاش رو مثل دستا میگن هندز. خب حالا بریم سراغ اون لغتای پیرامون ساعت. توی بعضی از کشورها مثل ایران و کشورهای دیگه همیشه اول بهار و یا اول پاییز ساعتی که میکشن جلو میکشن عقب به خاطر اینکه بتونن نور خورشید استفاده بکنن. چی بهش میگن تو انگلیسی؟ یا میگن که put the clock back or forward. back میشه عقب، forward میشه جلو. یا میگن که the clocks go back or forward. the clock go back or forward یعنی که ساعت یه ساعت میره جلو یا میره عقب. مثلا میگن که the clock go back in October. the clock go back in October یعنی که ساعت ها توی اکتبر یه ساعت میره مثلا حالا یک ساعت حالا میره عقب. دیگه چی داریم؟ میگیم که مثلا میخوام بگیم که به صفحه ساعت نگاه کن، میگیم که look or glance at the clock. look or glance at the clock یعنی نگاه به ساعت بنداز. دیگه چی داریم؟ میگیم که the clock says 8 یا the clock says 9. نمیگیم مثلا میگیم که مثلا میگیم که ساعت داره نشون میده 8 مثلا یا 9. نمیگیم show، میگیم says یعنی انگار میگه. نمیگیم show، میگیم says. دیگه چی داریم؟ میگیم که a clock ticks. تیک همون سری تیک تیک ساعت هستش که نشون میده که ساعت داره کار میکنه. خود تیک خودش فعله ها، چون اینجا clock یک مثلا سوم شخصه، فعلش هم سوم شخص میشه، میشه تیکس. دیگه چی داریم؟ موقعی که مثلا میخوایم بگیم که ساعتمون عقب مونده یا مثلا جلوه، ساعت عقبه یا ساعت جلوه، میگیم چی؟ میگیم a clock is fast یعنی جلوه، a clock is slow. a clock is fast، a clock is slow یعنی میخوایم بگیم که ساعت جلوه، fast میشه جلو، slow میشه عقب. دیگه چی داریم؟ موقعی که متوقف میشه ساعت میگیم a clock stops. a clock stops. بعد میخوایم بگیم که ساعت مثلا زنگ میزنه، میگیم که an alarm clock goes off. an alarm clock goes off. goes off منظورش همون رینگ زنگ زدن هستش. این goes off هم که دیگه بلد هستین دیگه، سوم شخصه، اس گرفته، اس سوم شخص میشه. بعد میخوایم بگیم ساعت رو تنظیم بکنیم، میگیم set a clock. set a clock. دیگه چی؟ میگیم که wind up a clock. wind up a clock. منظورش اینه که یه کلیدی هستش پشت ساعت رو مثل کوک میکنه، اون کوک کردن رو میگن wind up a clock. بعد دیگه یه چند تا ساعت های مختلف رو بگم بهتون. یکی مثلا an alarm clock. an alarm clock این ساعت هایی که به قول معروف زنگ میزنه، خبر میده، صبح بیدارمون میکنن، alarm clock میگن. بعد a wall clock یعنی ساعت دیواری. A grandfather clock یعنی که میگن که grandfather میشه پدر بزرگ دیگه، منظورش این ساعت قدیمی ها هستن که ایستادن و قدیمی هن و به حالت ایستاده هستش و اونا بهشون میگن a grandfather clock. A digital clock ساعت های دیجیتالی. و a cuckoo clock این ساعت هستش که پرنده داره بیاد بیرون میده کوکو، اونا رو بهشون میگن a cuckoo clock. دیگه چی داریم؟ یه جونه میگیم که مثلا برخلاف یا جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت. اون در جهت عقربه های ساعت رو بهش میگن clockwise. clockwise و متضادش که میشه برخلاف عقربه های ساعت هم بهش میگن anti-clockwise. anti-clockwise. بعد اگه یادتون باشه ما یه AM و PM هم داشتیم. حالا اینا یعنی چی؟ AM مخفف چه کلمه یه؟ PM مخفف چه کلمه یه؟ AM میشه anti-meridian
آنتی مردیم، مردیم یعنی مید دی، مردیم میشه مید دی، همون نون یعنی میانه روز. آنتی مردیم میشه یعنی بیفور مید دی، یعنی پیش از میانه روز. بعد پی ام میشه پست مردیم، پست مردیم یعنی بعد از، یعنی اون میانه روز. پس مردیم میشه میانه روز، آنتی میشه قبل، ای ام یعنی پی ام یعنی پست، ای ام آنتی مردیم، پی ام پست مردیم یعنی قبل و بعد از میانه روز. بعد دیگه چی داشتیم؟ یه نکته دیگه هم بهتون بگم و تموم بشه این تایمو، یعنی این تایمو دوباره توضیح بدم. خب یه دونه یادتون باشه آن تایم داشتیم دیگه، درسته؟ آن تایم توی درسمون یعنی کسی که پانکچواله، یعنی کسی که سر وقت میاد، یه مثلا خیلی دقیق وقت شناسه، مثلا I am on time. یه کلمه دیگه هم داریم به نام این تایم، یعنی این تایم به معنی بزنگاه، یعنی سر بزنگاه. مثلا I was late، مثلا فکر کنیم دانشگاه یا مدرسه، بگم I was late، یعنی دیر رسیدم، but fortunately I was in time for the new lesson، ولی خوشبختانه به سر بزنگاه برای درس جدید رسیدم. این میشه in time. اون on time میشه موقع شناس، وقت شناس. in time میشه بزنگاه. ببینید دوستان، لغت خیلی اهمیت داره. شما حتی اگه گرامر هم خیلی خوب بلد باشین، تا دایره لغتتون خوب نباشه نمیتونین حرف بزنین، نمیتونین جمله بسازین. بنابراین این ویدیوهایی که من اضافه میذارم و اینکه میخوان دامنه لغتمون رو در مورد یک موضوع افزایش بدین خیلی کاربردیه. و یه نکته دیگه، همیشه سعی بکنید لغت رو اینجوری یاد بگیرید، یعنی اینکه یه موضوعی رو بگیرید و لغت‌ها رو پیرامون اون موضوع یاد بگیرید. اینجوری باعث میشه که شما، یعنی توی ذهنتون اون لغت‌ها دسته‌بندی شده باشه. الان مثلا ما در مورد ساعت صحبت کردیم دیگه، درسته؟ و داریم اون لغت‌هایی که پیرامون ساعت رو یاد میگیریم. اینجوری ذهنتون هم طبقه بندی میشه و اون لغت‌هایی که پیرامون یه موضوع خاصه، شما میدونید که به هم دیگه ارتباط داره و این مدلی، یعنی مجموعه‌ای، شما میتونید بهتر لغت یاد بگیرید. لغت خوندن رو دست کم نگیرید، چون ما میتونیم اینجوری حرف بزنیم. حتی اگه بهترین باشین توی گرامر ولی لغت بلد نباشین، نمیتونید ارتباط برقرار بکنید، نمیتونید وقتی یه چیزی رو میشنوید بفهمید که طرفتون چی داره میگه. اینها مثل یه پازل میمونه که با همدیگه در کنار همدیگه معنا پیدا میکنه. فقط صرف گرامر نیست، صرف لغت نیست، صرف رایتینگ نیست، صرف اسپیکینگ نیست، صرف لیسنینگ نیست، همه اینها مثل پازل هستش، در کنار هم دیگه معنا مفهوم پیدا میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتین ما رو لایک بکنید، سوالی مشکل داشتین برام کامنت بذارید، ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. مراقب خودتون باشین. بای بای.